با درود بسیار به همه شما همراهان ایران فردا. چه بگویم، چه سپاسی بکنم از شما که این همه به ما لطف دارید. چقدر نقطه نظراتون خوبه، کمک میکنه برای بهتر شدن برنامه ها. نوروز ما موقع تحویل سالمونه. سال ما در نوروز دیگر میشود و از گرداننده دلها و دیدگان و حال میخواهیم که حال ما را دگرگون کنه. اما در این سوی عالم ناچاریم تقویم آقایونم قبول کنیم و به قول هادی خورسندی، حالا که ناگهان جمعه هامون ناگهان یک شنبه شده، در واقع باید بپذیریم که اول جنوری یا اول ژانویه آغاز سال نو. پس البته برای بچه‌های ما خیلی خوبه، چون هم حالا هدیه میگیرن هم نوروز عیدی میگیرن، برای اونا خیلی خوبه، دکون اونا همچی پر رونقه. ولی به هر حال سال نو یعنی یک تغییراتی هم با خودش بیاره. من به شما وعده داده بودم و این تغییرات رو عملی میکنیم، چه در شکل برنامه ها چه در نوع برنامه ها. بعدم که انشالله حالا دیگه با اطمینان خاطر میتونم بهتون بگم تغییر ماهواره در سال آینده به روی ماهواره یاست بدون پارازیت ما رو به خونه های شما میاره. در خونه هاتون هستیم ولی طبیعتاً بدون پارازیت. اجازه بدید بیش از این که من زیاد صحبت کنم دو نکته رو فقط بگم. دوست عزیزی که زنگ زده بودن درباره کتاب اقوام، برادر زنده‌یاد سیمین بانوی عزیز بهبهانی که امسال در کنار ما نیست، کتابی دارن که بسیار جالبه، باید حتما جالب باشه. شماره تلفنی گذاشتم، من تماس گرفتم ولی هنوز موفق به صحبت با ایشون نشدم. به آن نازنین شخصی که زنگ زد و احوال جمشید ارجمند عزیزم رو برام گفت سپاسگزارم و امیدوارم هر روز حال جمشید بهتر بشه. این نازنین مرد اندیشه و تفکر و اخلاق، اخلاق به معنای حقیقی کلمه، بر من سمت استادی داره، از او بسیار یاد گرفتم. آرزوی سلامتش رو دارم و امیدوارم در سال آینده بخت این رو داشته باشم که با او سخن بگویم. از من سوال شده بود که ظاهرا ایمیل های برای من فرستاده شده به دستم نرسیده. یکیش بود که میتونید به contact@iranefarda.com، یکی دیگه میتونید damavandirani@aol.com، nurizade@hotmail.com، اینا همه هست. البته اونایی که با من تماس بگیرن بعد یک ایمیل دیگه هم بهشون میدم که اون وقت با اون ایمیل میتونن دایرکتلی و بدون مشکل با من تماس بگیرن. آماده شنیدن پیشنهادها و سخنان شما هستیم. میریم به سراغ نخستین بینندمون. البته نخستین میگم نه اینکه معناش مفهومش اشتباه نشه، یعنی در این مجموعه جدید اولین رو میشنف. با پوزش، چندی قبل خانم موضوع برنامه تران باران بلوز یا تیشرتی پوشیده بودند چه گنده پرچم کشور پیر گونه را گونه کار را در برداشتن آن هم به سمت ما ایرانی ها. چه خوب بود و چه خوش می شد پرچم سرنگ هم با آرم شیر خورشید نشان و هم با آرم شهدی در کنار هم به نمایش درآید به روی بروز خانم مجری محترمه. مطلب دیگر دارم، باشد برای پس این زمان. بدرود جناب. متشکرم دوست عزیزم. حتما خانم پرسیس مجری بازوق برنامه ترانه بارانم این پیام رو شنیدن. مطمئن باشید قصد و هدفی در کار نبوده. احتمالاً مجری برنامه‌ای که با ترانه و با تاپ 10 و با غیره سر و کار داره طبیعتاً تلاش میکنه که به نوعی متنوع و آراسته لباس بپوشه. حالا اگر اتفاقی افتاده مسلم میدونم تعمدی در کار نبود، چون ایشون رو میشناسم و میدونم که چنین نقطه نظرهایی نداره. هموطن بعدی سلام.
ایشالله که خوب باشین. از برنامه های تلویزیونتون خیلی ممنون. من از لندن زنگ میزنم، فقط چون که خیلی آقای نوریزاده و برنامه شون رو دوست دارم، خواستم یک صحبتی بکنم و اون اینه که چون ایشون روزنامه نگار هستن، من در چند روز پیش دیدم در مورد سربازای بریتانیایی که میخوان دیگه از افغانستان خارج بشن، ایشون گفتن مقداری از سربازا رو خارج کردن. برای سرباز کلمه مقدار رو تعجب کردم که ایشون به کار بردن، یا تعدادی یا دسته گروهی، ولی مقدار برای سرباز درست نیست. کاملا درست حرفتون بانوی عزیز و بسیار متشکرم از سخنسنجیتون و دقتتون. آدم وقتی که برنامه زنده اجرا میکنه و سعی میکنه که اسپانتینی، سعی میکنه مستقیم و دایرکت به موضوع بپردازه، این اتفاقا میفته. احتمالا من اونجا قصدم این بوده که مقداری از تجهیزات و غیره و البته با تعدادی از نظامیان، کاملا حرف شما درسته، مقدار برای سنجیدن انسانها به کار نمی، گو این که بار منفیش استفاده میشه. آدم بیمقداری است. این رو ما دیدیم شنیدیم که از آدم های بیمقداره. به هر روی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. هموطن بعدی. درود بر شما جناب دکتر علیرضا نورزاده و همکاران گرامی، و تشکر از برنامه های زیبا و آموزندتون. خدمتتون عرض کنم که نمیدونم این خبر رو شنیدین، جناب آقای همکارتون در پاریس آقای محمد رضا شاهی براتون نمیدونم این خبر رو گفته یا نه، سازمان مجاهدین خلق در یک قبرستانی که اونجا مرکز شهر هست، اوبرس و غواز، اینها پلیس فرانسه کشف کرد که اینا میرفتن در اون قبرستان، متاسفانه گلدانهای روی قبرهای فرانسوی ها رو ور میداشتن میبردن و اینها رو در باغ خودشان اونجا میکاشتن. شاید این هم یک مبارزه باشه برای ضد امپریالیست. با سپاس فراوان، آرزوی موفقیت شما و همکاران. سپاسگزارم دوست عزیز. بله آقای شاهید این گزارشی دادن، بله یکی از حالا این نمیتونه تعمیم بدید بگه حتما یک سازمان، شما نقطه نظرهای منو راجع به رهبری مجاهدین میدونید، ولی یکی از افراد اونجا برای خودشیرینی میرفته گلدونا رو بر میداشته میبرده اونجا تقدیم میکرده به خانم رجوی. حالا این کار یک فرد رو به حساب یه سازمان نباید گذاشت. سازمان مجاهدین آنقدر ثروت و پول داره که اگر تمام پاریس هم گل بذاره باز کمه. یک دولته، یعنی پولهایی که مجاهدین از صدام حسین گرفتن و از جاهای دیگه و بعد نیومدن حقوق به افرادشون بدن، سرمایه گذاری کرد آقای اخوی، آقای رجوی، و یک امپراتوری بزرگ مالی دارن، بنابراین نیاز ندارن برن یه گل بدوزن. یکی از بچه های سازمان رد می شده از اون قبرستان می دیده هر روز سر گوری گل تازه است اونو همی داشته مورده می داده. هموطن بعدی جناب نوریزاده، درود بر شما. من از بچه محله های قدیمی شما هستم. بحبه. در خیابون امیریه. بحبه. یادش بخیر. الان میخواستم بگم که این تلویزیون شما، مخصوصا برنامه خود شما، خیلی اهل ولایت فقیه رو درد میاره و اینا خیلی عصبانی هن از این برنامه شما. به خاطر همین افراد اطلاعاتی میان رو برنامه شما و هم وقت برنامه رو میگیرن و هم برنامه رو به سمت و سوی دیگه منحرف میکنن. و مطلب دیگه که میخواستم بگم این که شما روزای شنبه و یه شنبه برنامه پنجره رو به خانه پدری رو ندارید، در حالی که شنبه یه شنبه در اروپا تعطیله ولی در ایران تعطیل نیست و مردم از سر کار که میان میخوان برنامه شما رو ببینن. لطفا همین برنامه تلفنی خودتون رو روزای شنبه یک شنبه پخش کنید. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. خیلی ممنونم. خداحافظ.
سپاسگزارم دوست من. شنبه شنبه رو من به خودم یه مقدار استراحت دادم، بشنم فکر کنم، بخونم، مطالعه کنم، برنامه ریزی بکنم برای هفته بعد. بنابراین اما راجب این برنامه ایران فردا، شما و ایران فردا، اتفاقا دوستان دیگری هم به من گفتن چه خوبه که این برنامه تکرارم داشته باشه، چون بعضی رو نمی بینن. حالا دو روز پشت هم تکرارش نه، من فکر میکنم یه راهی پیدا کنیم در یکی از روزهای هفته اینو تکرار کنیم، مگر اینکه به خاطر اینکه من شنبه و یک شنبه نیستم ترجیح میدید که این برنامه تکرار بشه. حالا اجازه بدید ما با همکارانمون بشینیم برنامه ریزی کنیم، چون در صدد هم هستیم که برنامه 8 ساعت بشه در سال آینده. اجازه بدید حتما یه راهی برای این پیدا میکنیم. ممنونم ازتون، ممنون از لطفتون. هموطن بعدی. درود بر شما جناب دکتر نورزاده عزیز. با اجازه شما من یک سوالی از آقای سازگارا داشتم که امیدوارم شما یا آقای چالنگی ازشون بپرسن و من فکر میکنم این سوالم هم عادلانه باشه. بپرسن که آیا موقعی که خمینی یک دفعه گیر نشون داد که اون شخص که بوده، اون حرفایی که زده و اون جنایاتی که شروع کرد انجام دادن، سال اول آیا چرا آقای موسوی و کروبی که با مخالف هستن الان چرا اون موقع دست زن و بچه هاش رو نگرفتن از کشور بیان بیرون؟ چرا موندن پس اگر اینا مردمی هستن و مخالف این اتفاقاتی که توی 88 افتاده هستن؟ مگه اون جنایت با این جنایات فرق میکنه؟ این سوال من دوستم آقای سازگارا در رابطه با آقای موسوی و کروبی که چون دفاع میکنه که شما آزاد بشن، اینا چرا دهه 60 بیرون نیامدن اگر مخالف این کشت و کشتارای خمینی بودن یا خامنه ای هستن؟ این جواب سوال من خیلی دوست دارم بپرسم و شما درک میکنین که این سوال من عادلانه است. میتونن از کشور راحت خارج بشن و اطلاعاتی به دنیا بدن و الان ما این بدبختی رو نداشتیم. ممنونم. قربان شما، ممنونم ازتون. حتما آقای دکتر سازگارم اینو شنیدم و قرارم گذاشتم اگر مواردی بود که سوالی مستقیما از یکی از همکاران ما بود، خود اون جواب بده بهش. از ایشون هم خواهش میکنم جواب بدم، ولی من اجازه بدین این نکته رو بهتون بگم. ببینید، اینها همه مسافران قطار انقلاب بودن. آقای موسوی و کروبی در واقع از شاگرد شوفران بودن، خیلی نزدیک بودن که بعد یه مدت هم رانندگی رو به عهده داشتن. و این در واقع قطار انقلاب همینجوری که میره تو ایستگاه های میسته، بعضی ها پیاده میشن ازش، بعضی ها زودتر پیاده شدن. آقای دکتر سنجابی 2 ماه بعد پیاده شد، وزیر خارجه بود. آقای مهندس بازرگان 8 ماه بعد پیاده شد. دونه دونه یه عده پیاده شدن. این به معنای این نیست که بگیم چون در اون مدتی که سوار بودن با اون آدم کشی ها و با روی بام مدرسه علوی و زندان قصر و زندان اوین موافق بودن، نه، چنین چیزی نبود. من از خود مهندس بازرگان به دفعات شکوه و شکایت شنیدم و حتی مهندس بازرگان میرفت میگفت با آقای خمینی. سر کشتن مرحوم هویدا داد زد مهندس بازرگان، دکتر مبشری فریاد میکشید، اینا هست. ولی خب طبیعتا آقای موسوی و کروبی بودن. آقای موسوی تا زمانی هم که نامزد شد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، رئیس شورای عالی هنر بود و من سازمان هنر، بعد ایشون عضو مجمع تشکیل مسلحت نظام بود، آقای کروبی رئیس مجلس بود، رئیس مجمع بود، نمیدونم حزب داشت، روزنامه داشت. اینا را همه را شما حساب بکنید به هر حال بخشی از نظام بودن. تو تمام نظام هم اتفاق افتاده، صدام یارانش رو همه رو سرکوب کرد و کشت، با اونا بود. عبدالناصر نجیب رو کنار گذاشت، سادات، حسین شافعی و علی صبری و اینا رو همه رو کنار گذاشت. اینا اتفاق میفته، یعنی چیز تازه‌ای نیست. ولی امروز آقای موسوی و کروبی چگونه میاندیشن، این مهمه. مرحوم آیت الله منتظری سازنده این نظام بود، ولایت فقیه آورد، ولی صراحتاً با شجاعت بی‌نظیری در دو قدمی قدرت گفت نه، حاضر نشد وجدان خود رو بفروشه. البته من سوال شما رو با آقای دکتر سازگارم مطرح می‌کنم،
که مدت‌ها با دولت آقای موسوی ایشون کار میکرد، یکی به عنوان معاون آقای بهزاد نبوی و بعد رئیس سازمان گسترش در حال بود، ولی یه زمانی که احساس کرد که این نظام به بیراه میره اومد بیرون. هموطن بعدی. با عرض سلام خدمت آقای نورزاده عزیز، تو برنامه‌ای که شما از آقای خامنه‌ای تقاضا کردید که سهل عربی رو ببخشه خیلی خوشحال شدم، ولی برای آن دسته از دوستان شما که برای شما ایمیل میفرستند و ناراحت میشن واقعا برایشون متاسفم. یعنی جون انسان اینقدر بی‌ارزش شده که برای شما ایمیل بفرستن. برای همینه که ما 35 رو تو بدبختی داریم زندگی میکنیم. اگر همه اونایی که تو خارج داخل کشور هستن مثل شما فکر میکردن، الان ایرانی آزاد داشتیم. ما انسان‌های آزاده منش زیادی داریم، مثل شما نوریزاده، مثل آقای محمد نوریزاد، مثل آقای عباس امین انتظام، مثل خانمای نرگس محمدی و نسیم ستوده. واقعا خیلی با اونا متاسفم. واقعا سپاسگزارم تمام کسانی که برای اونایی که جون خودشون رو برای این دست دادن، واقعا متاسفم. دوست من، سرانجام روزی یاد میگیریم، اشکال نداره. براتون گفتم اگر شکستن من و تقاضا کردن از رهبر جمهوری اسلامی جان انسانی رو نجات میده، هزاران بار شکسته تر باشم. بر من در وصل بسته میدارد دوست، جان را به فراق خسته میدارد دوست. من بعد منو شکستگی بر در دوست، چون دوست دل شکسته میدارد دوست. هموطن بعدی. جواب آقای نویزاده، ضمن عرض سلام از تفکر و اندیزه شما دست بشم، از ایران تماس میگیرم. خداحافظ. درود بر شما عزیزم، دلم میخواست صداتو بیشتر بشنوم. گمان میکنم رفیق نازنین کرمانشاهی بود. چقدر بچه های کرمانشاه نازنین و خوبن، درود میفرستم بهشون. به هر حال آدم وقتی اون بغل باشه، گفت امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. چقدر قشنگه، یعنی چه جناسی اینجا آورده، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. چقدر اهالی کرمانشاه. یه دوستی دارم سیاوش حریری، پسر زندیات تیمسار حریری، از اون نازنینان روزگاره. این آدم کرمانشاهی باشه یه حالت خاصی داره. آقا جمال ما هم نصفش کرمانشاهیه، یعنی کرمانشاهی و ایلامی به هر حال کامبینیشن خیلی زیبایی است. کردها. هموطن بعدی من. با سلام از اینکه تعداد این موقع و بیوجدان با دروسی باعث آزاده شدن شما شدن جایی بسید. ولی چیزی که من رو بسیار متعجب کرد درستان های دکتر فرخبخش بود، وقتی که میشان اخلاق شما را به خوبی میشناسن، بنابراین نمیدونم چی بود. تمامه خواستم از این که در چند روز گذشته درخواست ما را اجابت کرده و در مورد مرسید رجعی تعریف ها صحبت کردید تشکر نمایم. زنم میخوام بگم من این روزا را دوست ندارم. لطف کنید از گذشته ها بیشتر صحبت کنید. خاطرات جزئی از زندگی من. یوسف از خانه پدری کرج. سپاسگزارم دوست نازنینم. نفهمیدم دکتر فرابش، به نظرم ایشون اشتباه کرد، یکی از شنونده های ما رو فکر کرد دکتر فرابش. دکتر فرابش همکار عزیز و نازنین من و مشاور و به اصطلاح کارشناس اقتصادی ما هستن و بنابراین ایشون نبودن. راست میگه، صدای یه نفری کم شبیه به صدای ایشون بود که انتقاداتی داشت و این دوست نازنینم از کرج چنین گمان برده بودن. نه عزیزم، و گوین که بدان سینه من برای انتقاد و گوش من باز است و پر است و هیچ اشکالی هم نداره. این صدای شما که میرسه تمام خستگی منو میبره و شادمانم میکنه، نیرو به من میده. هموطن بعدی. الو، سلام آقای چالنگی. سلام آقای نوری‌زاده.
من از نظر عقیدتی شاید با شما مخالف باشم، ولی فوق‌العاده تلویزیون شما رو دوست دارم. یعنی اینقدر تلویزیونتون رو دوست دارم که اگر که وقت قطع میشه حاضرم هیچ کانالی نداشته باشم، فقط کانال شما بس بشه. خیلی دوست دارم برنامه هاتون رو. برحال خواستم ازتون تشکر کنم و از طرف من به آقای اسداللهی هم خیلی سلام برسونی. ایشونم خیلی دوست دارم. خدا نگهدار باش. ممنونم هموطن عزیزم از لطف شما به برنامه ها. بله انسان ها نباید حتما هم عقیده باشن، ولی میتونن از یک موضوع لذت ببرن، ببینن، خوشحال بشن از تعاطی افکار، از نوع عرضه برنامه ها، و خوشحالم از این بابت. هموطن بعدی. الان سلام عرض کردم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، مزاحم همیشگی. همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنم، به خصوص برنامه های خودت رو دو بار یا سه بار میبینم. امروز مطلب رو فهمیدید در رابطه با آقای خرج‌علی، آقای مهدی خرج‌علی. و ممنون از شما آقای دکتر، واقعا ممنون از اینکه مردم رو آگاه میکنید. من همیشه فکر میکردم آقا زندان رفتنش برای مردم ایرانه. نه، این آقا چند وقت پیش در صدای امریکا با آقای فلاحتی مصاحبه میکرد که حتی آقای فلاحتی هم تعجب کردن. علما گفت برای آقای هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی هم اتوب بیدیم کسی بید که تمام این بلاها رو در ما بود با وردن خانمی از عنوان رهبر. و هر حال خواستم از این تشکر بکنم. خیلی متشکر که این به این طریق شما افشاگری میکنید. در حال آدم ها رو باید شما باعث میشه که منتها رو بشناسید. خیلی سپاس گذارم، برنامه‌تون بسیار قشنگه. خواستم این مطلب رو خدمتتون عرض کرده باشم و باز قدردانی کرده باشم. سپاس گذارم دوست عزیزم، ممنونم ازتون. و ببینید من خیلی محتاطم در این حال، یعنی شاید آدمی خودی که جوانتر هست سر پرشورتری داره، بی پروا میره، ولی بعد میاد تأمل میکنه. من همیشه فکر میکنم حرفایی که من میزنم باستا به وضعیش چه خواهد بود. من الان راجبی پدری حرف میزنم که این کارا رو کرده، در خانوادهش چه تأثیری خواهد داشت. اینه که اول هشدار میدم، اول میام به صورت رمز و راز میگم آقای الف دال داستان طلاهای خوی، و اگر دیدم واقعا یک واکنش مؤثری دیدم، دم این آقا اصلاح شد، فلان قاضی برگشت، مثل اون مقایسه جنایتکار نبود که همینجوری داره احکام جائره صادر میکنه، مثل سعید مرتضوی نبود، اون وقت بعد میام شرح و تفصیلاتشو براتون باز میگویم. به هر روی آقای ابوالقاسم خزعلی آقازادگانی دارد که این آخری خواننده پاپ شده، خیلی هم خوب میخونه. ترانش با حبیبم من هفته پیش پخش کرد. هموطن بعدی. من از تهران تماس میگیرم. یکی از افسران پلیس را هستم. چند سال پیش آیه نوری‌زاده در رابطه با این زمین تعاونی پلیس را مسائلی رو گفتن، دیگه فراموش شد اینا. 20-25 سال ما یه زمین رو ثبت نام کردیم، در حدود 700-800 نفر هستیم. به هر دری هم که زدیم این تعاونی مسکن این زمینه به ما نمیده. بعد از باور کن از این 700 نفر 150 نفر 200 نفر مردن، 150 نفر مریض شدن. این زمینه هر دری پیش هر مسئولی هر کجا رفتیم به ما جواب نمیدن. میخواستم از آقای نوری‌زاده خواهش کنم که این تلویزیون مطرح کنه این مسائل رو، دستون درد نکنه. سپاسگزارم پلیس زحمتکش و فداکار عزیزم. راست میگویید، من دنبال این قضیه هم رفتم، به چند تا ارگانم تماس گرفتم، گفتم چون اون اول مجموعتون خیلی بزرگ بود، زمینهای رو دادن، الان نمیان کارای ثبتیشو انجام بدن، زمین شهری ادعاهایی داره، شهرداری ادعاهایی داره، ولی این زمین مال شماست، برای که حتی بخشی از هزینه هاش هم خودتون پرداختید. امیدوارم واقعا رژیم به این اندیشه باشه که فقط سپاه پاسداران نیروی نیستن که دارن برای شما خدمت میکنن، یا نیروی نیستن که در اختیار در خدمت مردم هستن، بلکه مردم ما الان شاهد این هستن که پلیس
به خصوص پلیسای وظیفه شناس چه کار سنگینی رو دارن انجام میدن و چقدر کارشون حساسه. امیدوارم که به این موضوع توجه داشته باشن مسئولان و این ماجرای زمین رو هم به هر شکلی شده حلش کنن. هموطن بعدی. زاده خیلی ممنون از این برنامه خیلی عالیتون. من از اصفهان تماس میگیرم. من یکی از بینندگان پرپا قرص برنامه شما هستم. اما چه کنیم که گیر افتادم زیر دست این آخونده ها. نمیدونم والا چی بگم از دست اینا. من یک کارگری تلاش کنم با 20 سال خدا میدونه سابقه کار، ولی اصلا ارزشی برای ما قائل نمیشن برای کار کردنمون، برای هیچی هیچی اصلا ارزش قائل نمیشن برای ما. با این همه سابقه کار با برد چندی خدا میدونه 600-700 تومن 700,000 تومن اصلا جوابگومو نیست. ولی خدا به داده اونایی برسد که مستعدنم اصلا توی این مملکت ها. نمیدونم با این تندر قاضی اجاره خونه بدن، چند تا بچه گرونی دیگه داریم دست پنجه نرم میکنیم. چاره ای هم فعلا نداریم، گیر افتادیم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، با تشکر. سپاسگزارم. چقدر دلپذیره که یک کارگر تراشکار برنامه رو میبینه، بعد تلفن و هم داره زنگ میزنه، درد دل میکنه. درود به شما عزیزم، درود به شما. قشنگه از زادگاه پدری اصفهان، لهجه رو که من چقدر دوست دارم. هموطن بعدیمون. سلام آقای نوریزاده. آقای نوریزاده خیلی دوست دارم. آقای نوریزاده کافه هست از رشت برای دوزن میدونم. آقای این برنامه رو برو بخش کنم. دوست داریم آقای نوریزاده. کافه هست. درود بر شما دوست عزیزم. این برای اون بعضی از گیلانی ها که ناراحت شدم من چرا گفتم دریای مازندران. این گیلانی های اینجوری هم داریم، رشتی های عزیز. هفته گذشته یک دو نوبت ترانه های زیبای مسعود درویش رو پخش کردم که یکیشون با لهجه گیلکی بود. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. ممنونم. نشستی سر سفره ترشی تره، باقالی قاطق، خودکا، نمیدونم زیتون پرورده، اینا رو که ریختی و ماهی سفید و غیره، یاد ماهارم بکن که اصلا حسرت اون عطر و بوی فضا همینجوری تو سینمون میجوشه. هموطن بعدی. با سلام، میخواستم بگم کسی که در داخل ایران اعتراض کنه هیچ کس اعتراضش رو قبول نمی کنه. مثلا کسی که شاکی بشه مثلا از دست سارق یا سرقت کرده، کسی سارق شکایت کنه، شکایتش پارتی داشته باشه، سارق یه پولی رشوه میده به قاضی، رابطه داره، یه رابطه دلال دارن، قاضی ها رشوه میگیرن، حق طرف شاکری میماله زمین میره. من تعقیب یا تبرئه صادر میکنم، میره اعتراضم کنیم بره پیش قاضی دیگه، اونم قاضی اول رو تایید میکنه، تایید نظره نه تجدید نظر. مثلا میره دادگاه جزایی، دادیار اعتراض کنی به دادیاری، دادیاری میفرسته دادگاه جزایی، پرونده را در اونجا هم تایید میکنه قرار من تعقیبا. اینا رابطه ضابطه است، اینا با هم یه چای یه جاده مثلا قاضی ها با هم چای میخورن، قاضی رو رها نمیکنه. مثلا کسی که اعتراض کنه به عمل کرده، هر کسی اعتراض کنه اعتراضشون به هیچ کجا نمیرسه. مثلا الان اگر مجاهدین اعتراض کنن در داخل ایران، اعتراضشون به هیچ کجا نمیرسه. شکایت کنه از دست کی شکایت کنن، شکایت به جایی نمیرسه. هر کس که شکایت کنه اعتراض کنه هیچ کجا نمیرسه در داخل ایران، مگر اینکه در خارج به اعتراضات به جایی برسه. در ایران مثل همین قطعنامه ها و اینا که صادر کردن در خارج کشور، ولی در ایران هر کس اعتراض کنه اعتراضش هیچ کس گوش نمیده. خصوصا دادگاه‌های ساوه، دادگاه‌های ساوه گفت آن که البته به جایی نرسد فریاد است. ببینید دوست من، وقتی یه نظامی از اون پی اولیش رو با خون ریختن، با فریبکاری، دروغ، دغلکاری، با استفاده نابجا از دین و مفاهیم دینی و تحریف دین تا
طبیعتاً این همجوری اومده بالا با دروغ. تمام آجورا از دروغه، از فریبه، از فساده، شارلاتانیزمه، به خدا دروغ بستنه. شما الان نگاه کنید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دنیا فاسدتر از این دستگاه وجود نداره. همین قاضی مقیسه دو تا جرم مجابه رو از یکی 2 میلیارد گرفت آزادش کرد، یکی دیگه پول نداشت 2.5 سال حبسش کرد. این قاضی مقیسه. مرتضوی چقدر پول میگیره و دیگران همشون، قاضی حداد، دینوی، چه پولایی گرفتن اینا. خود آقای شاهرودی دلال داشت بیرون، کیسای خیلی بزرگ، اعدام، مواد مخدره تونی، دلالا میرفتن پولا رو میدادن، واسطه میشدن که حکم تبرئه صادر میشد یا زندانه خیلی کوتاه مدت. در یه مورد خود آقای شاهرودی دستور داد زندانی رو برداشتن اصلا بردن دبی، قرار من تعقیبش هم صادر شد. در مقابل ایشون 9 میلیارد گرفت. بله از این کارا راست میگه. دستگاه قضایی ما همین، ساوه و غیر ساوه نداره، همشون یکی. هموطن بعدی. الو سلام آقای نوری‌زاده، من ثریا هستم، یکی از کسایی که تلویزیون شما رو نگاه میکنه. من نمیدونم چجوری براتون بگم، من واقعا اصلا قلبم درد میگیره هر وقت این آقای محسن میلانی میاد تو این تلویزیون، انقدر که این با آب و تاب از این جمهوری اسلامی طرفداری میکنه غیر مستقیم، و دیروز اصلا این حرفش توی سر من از سر من خارج نمیشه که سربازان سپاه نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در اصلا نمیدونین، انگار این خار توی چشم من میره. ما این همه از مملکتمون اومدیم بیرون، این همه در به در شدیم، این همه سعی میکنن همه، بعد یه همچین کسایی رو هی میاره این آقای حجازی توی این تلویزیون که این همه از جمهوری اسلامی طرفداری، آدم قحطیه، این همه آدم هست که میتونین باهاش صحبت کنین که این احتیاج نداشته باشین این آقا رو بیارین. من اجازه دارم خواهر من صدای شما تا پایان پخش بشه که نگید منو سانسور کرد، اما شما به یکی از شریفترین آدم ها دکتر میلانی، محسن میلانی دارید توهین میکنید. او و برادرش دکتر عباس میلانی کارهای بزرگی کردن. دکتر عباس میلانی یکی از برجسته ترین مورخان و برجسته ترین شخصیت های ما در عرصه سیاست و فرهنگ و تاریخه، و همینطور دکتر محسن میلانی. منتها شما انتظار دارید دو تا استاد دانشگاه، دو تا شخصیت اینجوری که اومدن بعد با یه آدم فرزانه مثل حجازی نشستن صحبت میکنن بیان ناسزا بگن، فحش بدن به جمهوری. اما نمیشه، این تو تلویزیون من انجام نمیگیره، تو این تلویزیون ما این کارو نمیکنیم. ناسزا راه نداره، فحش راه نداره. اگر آقای دکتر میرانی وقتی داره راجع به سپاه قدس میگه، اگر گفت سربازان سپاه قدس، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، تعریفه، اسمشون رو آورده، حالا حتما میگفت آره اون مرتی که قاسم سلیمانی و اونه اومد خوب بود. نه عزیز من، شما به عمق مسئله فکر کنید. اگر آقای میلانی با جنگ مخالفه، دلیلش برای اینه که با جمهوری اسلامیه نیست. اگر معتقده که برنامه اتمی باید به یه راه حل مسالمت آمیز برسه، این که با جمهوری اسلامی موافقت کردن نیست. منم همینو میگم، جمهوری اسلامی وقتی از برنامه اتمی نظامیش دست برداره، این پیروزی ملت ایران و شکست رژیمه. یه خود عمیق‌تر خواهر من، میدونم آزرده‌ای، متنفری از این رژیم، اینا رو میدونم، ولی اجازه بده ما استاندارد خودمون رو به عنوان یک تلویزیون حرفه‌ای حفظ کنیم، مجالی باشه تا همگان با ادب کامل، با تمدن، با فرهنگ از نقطه نظرهای خودشون دفاع کنن و مطرح کنن و پاسخ بگیرن. بنابراین با این نگاه نگاه کنید. ضمن اینکه همونطور که گفتم برای دکتر عباس میلانی و برادر عزیزش دکتر محسن میلانی بسیار ارزش قائلم و ازشون سپاسگزارم که تو برنامه های ما حضور دارن، اونم حضوری پررنگ. هموطن بعدی من.
سلام علیکم، درود بر جناب آقای نورزاده گل که واقعا دانشمند هستن، ما بهشون افتخار میکنیم. میخواستم یه سوال رو مطرح کنم. ما از اصفهان تماس میگیرم. در این مدت که رفتم کربلا برای اربعین حسینی، یکی از اتوبوس‌های اصفهان به اسارت داعش قرار گرفت که حتی یکی دوتا از بستگان ما هم داخلش هستن، ولی به ما گفتن که اصلا نباید صحبت کنیم. حتی اصفهان الان یکی از اتوبوس‌ها با مسافر رفتن به طرف چیز، یکی از امامزاده ها اونجا دچار داعش شدن، ولی اصلا هیچ رسانه‌ای اعلام نکرده. خواهش میکنم اینا توضیح بدیم. قربون شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم. ممنونم هموطن، من خبر ندارم متاسفانه، من نمیدونم، چون اگر اتفاقی هم افتاده باشه در پس پرده است، لابد مذاکراتی دارن میکنن، نمیدونم من. ولی گفت از این دنبوریده همه چی برمیاد. ما هیچ تردید ندارم که داعشی ها خیلی آماده نشسته بودن که این 1,250,000 زائر ایرانی هر چقدر بتونن ازشون گروگان بگیرن، ولی خوشبختانه زائرها از یه مسیری رفتن که چندان در دسترس اینا نبود. حالا نمیدونم اون اتوبوس اصفهانی چه بر سرش اومده. امیدوارم هر چه زودتر پیدا بشن و بدونن به جای خطر کردن و این راه رو رفتن. از همون اصفهان اگه مرد حقی، اگه اعتقاد داری، یا حسین بکش تمومه، احتیاج نیست پاشی بریم. هموطن بعدی من، سلام، قربون همه تون برم. من به خدا نمیدونم به کی بگم، به همه رفتم، همه یک جا صحبت کردم، همه سدسانه ها صحبت کردم. یه خواهشی ازتون داشتم، یه خواهشی حالا ازتون دارم، همون خواهش از شما دارم الان. لطفاً بفرمایید آقای نوری‌زاده، من پیغامم برای شما فرستادم ولی جواب نشنیدم. این پرچم چی پرچم این جمهوری اسلامی معبد طلایی سیخ ها در هندوستان داخل معبد طلایی سیخ ها یه فیلمی تهیه بکنن ببینن سر هر ستونی توی این معبد سیخ ها آرم جمهوری اسلامی نصب شده، یعنی آرم نصب شده که جمهوری اسلامی ازش برداشت کرده. این آرم ایران آرم سیخ هاست نیست. چرا پخش نمی کنن؟ پخش کنن به مردم ایران نشون بدن، به نسل جوان نشون بدن، به نسل به دنیا نشون بدن که بابا اینجا این پرچم شیر خوشی به جای شیر خوشی پرچم سیکار آوردن گذاشتن اینجا. چرا؟ همین خواستم از تون خواهشان تشکر میکنم، قربونتون برم. ممنونم دوست عزیز. این موضوع تازه نیست. یکی دو ماه بعد از اون که از میان طرحایی که دادن، از جمله طرح بسیار زیبایی که اون روزای اول جای شیر خورشید میگذاشتن، آقای خمینی این طرح رو انتخاب کردن. بالاخره ایشون یه ریشه در هند داره و میگوین اجدادشون هم سیک بودن که بعدن مسلمان شدن. نمیدونم، شاید هم مسلمان بودن. در هر حال احتیاج نیست آدم به معبدشون در هند بره. من همینجا میگم همکارم از معبدی که اینجا دارن در شمال لندن برن و فیلم برداری کنم براتون پخش میکنیم. بله چنین است و متاسفانه خیلی چیزهای دیگه جمهوری اسلامی هم ایرانی نیست. شما نگاه کنید این همه مظاهر زیبای ایرانی داریم. صادق سبا دوست عزیزم مدیر برنامه فارسی بی بی سی میگفت، وقتی من رفتم تخت جمشید اون فیلم بسیار زیبایی رو که از ایران درست کرده از شمال تا جنوب، و من همینجوری در برابر عظمت تخت جمشید بهت زده شدم برای ساعت‌ها. جمهوری اسلامی اما میره چیا رو برمی‌داره؟ این در و دیوار امامزاده بیژن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته آینده برنامه دیگری از شما و ایران فردا. همه شما رو به پروردگار عاشق می‌سپارم. میلاد عیسی مسیح رو به هموطنان مسیحی هم، به مسیحیان همه عالم و به همه ایرانیان تبریک میگم و همینطور فرارستن سال نو.
فردا